دوستای آشنایی بینندگان خود فیلم کوتاهی از زندگی و همچنین شیوه نواختن ساز ایشان تهیه می نماید. استاد شما چند سال دارید؟ 76 سال. چند ساله که با ساز به طور کلی و یا با موسیقی آشنایی دارید؟ 60 سال زیادتر. این از سن 14 سالگی من شروع کردم. این علاقاتی بکردم، اون هم در یک خانواده خیلی فناتیک و نمازی و مقدس و خوب علاقه بودم به سازی تهیه کرده بودم. از یکی از دوستانم که اگه وقت باستم بزنم این مجبور بودم اونجا برم کار بکنم. یکی دو تا از سازهای منم اصلا شکستن، سوزوندن که من این کار نکنم، ولی با این حال من تهیه میکردم و باز میزدم و موفقم شدم. البته تار اول. شما چند ساله که ازدواج کردید؟ من 1318. چند تا اولاد دارین؟ 4 تا. اولادتون چند تا پسر چند تا دختر؟ 2 پسر 2 دختر. بزرگ دختره که حالا در وزارت اقتصاده، بسیار باهوشه، که او هم یه مدتی با من ستار کار کرد، خیلی با استعداد و تعجب میکنم که شب تو تاریکی من گفت تو چارمزی را به سبا را بزن من میزنم، اما به احتیاط بگیری ببینی بیدن. گفت من احتیاج ندارم. شما با چه سازهایی آشنایی دارید؟ اولین سازم تار بوده و در ضمن تار ستار هم کار میکرد. خیلی خوب ستار میزد. بعد از اینکه من ساز میزدم علاقه پیدا کردم به ستار و هر وقت که تصادفاً او میدید که بردم با او ستار کار میکردم و او خیلی خوشمزه خوب میزد و خوب هم تار هم ستار، هر دو خیلی خوب میزد، ولی ستارش منتها بود. فقط او میگفت که یه نفر شیخ و کمایی هست که من منتظم رو کما هست که او میدونم من تصدیق میکرد که از من بهتر شده، یعنی دیگه کسی ستورا میدارم به خوبی من میتونه ناخون بزنه سر. شما سازهایی که کار کردین تار رو پیش کی کار کردین؟ تار اول شروع هم با میز محمود خان روحبخش بود که بعد درویش شد و چند سال پیش فوت کرد، که این از شروع خوب درویش بود. این چهارگاه تمام من از او یاد گرفتم، بعد به خود درویش مراجعه کردم، 1 سال خدمت ایشان کار کردم، بعد به مشهد مسافرت کردم، متارکه شد. از مشهد که برگشتم باز یه دوره با تقریبا 2-3 دستکار مهاجره کارخان کار کردم، که بعدم دیگه تو مختلف اگر کسی دیگه نبودم چیزی میدانست البته از او استفاده میکنم. این معلم اول میز محمود خان بوده، بعدم درویش خان. چرا تار رو شما ول کردید و ستار رو ترجیح دادید به تار؟ این اواخری که مریض شدم عمل کردم، چون نمیتوانستم بنشینم، ناچار بودم ستار بزنم، چون تار باید نشست حتما زد دیگه، نمیشه خوابیدم و ستار رو بنده خوابیدم باشم میزنم، میخوابم رو سینم هم ستار میزنم، در راه رفتنم پشت سرم هم ستار میزنم. ساز کوچیک سبوکیست میشه، اما تار رو مشکله روزه. یعنی الان شما تار هم میزنید؟ بله. یعنی ترک نکردین تار رو؟ یه مدتی متارکه شده بود ولی باز دوباره شروع کردم. آیا شما شاگردی هم تربیت کردین؟ برای شاگرد خصوصی چرا؟ شاگردی که 2-3 نفر داشتم، ولی رسماً کلاسی داشته باشم و شاگرد تدریس کرده باشم شاید خصوصی بودن این چند نفر از دوستان و فامیل دوست. به طور کلی شما اصلا شاگرد تربیت نکردید؟ چه در تار و ستار فرق میکنه؟ هر سازی که میزدید تهران یا شهرستان ها که تشکر داشتید؟ در مشهد یه چند موقعی مدت کوتاهی، ولی بعد هم منصرف شدن، یعنی برای شد بیام به تهران منصرف شدن یا گفه، بعد هم که به تهران ندم وارد بانک سپر شدم و اونجا خدمت کردم تا
1339 پایین شده شده. از اون وقتم که دیگه مریض شدم و مریض خانه و بیمارستان و فلان اینا، بعدم فعلنم که در مرکز ارشای موسیقی ملی مشغول تدریس هستم با آقایونی که از دانشگاه لیسانس میگیرن میان اونجا، تکنوازها در واقع با اونها کار میکنم. البته هر کدومشون مایلن سیتار بزنن با من کار میکنم. الان شما از شاگردای قدیم یا جدید تو کسی رو دارید که شیوه شما رو حفظ کرده باشه؟ حالا خب چرا که بودن سابقه، مثلا یکی در مشهد بود که حالا یکی مهندسی اینجا خیلی محترم ولی ساز نمیزنه دیگه، این به اندازه شبیه من ساز میزد که یه شبیه که از اون آقا من میگفت تو دیشب فلان جا مهمان بودی، گفتم نه آقا نبوده، این یه شاگردی من دارم اون خیلی شبیه به من ساز میزنه، اینقدر با استعداد بودی، این سازی که من به یاد داده بودم تمام کمان مثل من میزن. الان از شاگردهایی که در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی کار میکنن با شما، از این افراد کسی هست که فکر کنید استعداد ضبط و به اصطلاح یاد گرفتن شیوه شما رو داشته باشید؟ البته اینایی که دوستشون بسیار با استعدادن. خوبه. بله بله. سکنم آقای لطفی بود که حالا نیست فعلا، اون به کلین تکیه که من میزدن یه چیزهایی که البته به درد میخوره، اون خیلی هم زود درک کرد اینا رو. فعلا دانشگاه هست و این در شعر موسیقی ملی نمیاد. یکی دو سنه ولی هم هستن اینا خوب هم بله. آقای هرمزی، شما در نواختن ساز حالتهای مخصوصی در سازتون دیده میشه که سازتون رو مطبوعتر و قابل شنیدنتر میکنه، آیا ممکنه در این مورد توضیح بدید که چی کار میکنید؟ مالش هایی که توی ستار تار دادیم شد، من چون ویالون هم میزدم یه مقدار این مالش ها رو از مالش های ویالون یعنی افقی تقریبا میدم، این اینست که نسبت به مالش های چیزی قدری شیرینتر و قشنگتر و بهتر میشه، ولی خیال نمی کنم فرق دیگه این دسته باشه جز همین مالش هایی که مال بنده برخلاف مال کسان دیگه هست که میدن، چون مالش های این که میدن روی ساز و ستار اینه، ولی این مال بنده این یه لطافت دیگه ای داره، یعنی از بالا به پایین، از بالا به پایین. حالا ممکنه چند تا مضراب بزنین در چند پرده مختلف، مثلا یکی از عراق. چند تا مضراب تچ بزنید و این مالش ها رو عمل بکنید روی پرده های مختلف. در موقع زدن اتفاقا تصادف
همونطور که من دارم میدنم میدنم مثل اینکه موقعی که بخوام اینها رو برای این کلام شما میتونم بدنم که شما متوجه بشید که این چجوره اون موقع اونطوری که در عالم خودم هستم و میزنم نمیشه. مثل اینکه آقا فرمودن که هنر رازی به چیه؟ هنر همینه که من موقعی که ساز میزنم یه تیکه هایی در زمین سازم خودم میستم که از این لذت ببرم و این همون قسمت هنره، یعنی زحمتی که من در شخص دارم. حالا این به الان من اینجا شما میفهمم من اونطوری که همونطور سرم گرم دارم میزنم نمیشه اونطور، اما وقتی خودم هستم میزنم بیشتر این مالشو من تمام برعکس این مالشو. یعنی این حالت نتیجه 60 سال ساز زدن شما؟ بفرمایید که از چه تاریخی سیم ستار و تار اضافه شد و به این حد کمال رسید؟ در کنم که از موقعی که آقای درویش خان از مدرسه دارالفنون بیرون آمدن و کلاس باز کردن شروع کردن به تعلیم، سیم تار و ستار هم ایشان رو که اضافه کردن، ستار سه سیم و تار هم پنج سیم بود، یه واخون اضافه کردن به اینکه خیلی اصلا این سازها رو کامل کرده و الان اگه سیما رو باز کنیم بخواییم همین مثلا یه ماهو امارون بزنیم، یه بیت اصفهان بزنیم، یه شوشتری بزنیم، هیچ به مثل اون چیزا که سابق بوده در نمیاد. و این از ابتکارات ایشانه و بعدم خب همه این رو قبول کردن و بعدم دیگه شروع کردن به ساختن. این سازهایی که از 50 سال به بعد ساخته شده تمام شیش تیم داره، ستارا چهار تیم داره، ولی سابق اینطور نبوده، ستو بوده. آیا آمدی شما آیا آهنگی خودتون ساخته اید؟ کل آهنگ من زیاد دارم ساخته، بیشتر چهار نجابایی که میزنم من خودمه، من چهار نجابایی که تیر نمیزنم. از حضورتون دارم که فرمودید واخون، این سیم واخون یعنی چی؟ یعنی این دو کدوم سیمو میگن؟ کدوم سیمو میگن واخون؟ سوم ستار و پنجم تار، یعنی همونا که درویش خان اضافه کرده، اضافه کرده، این به اسم واخون هست. یعنی این کوک میشه با اون دو سیمای سفید اول و زرد، یک چه جوری بگم که
اصلا صدای ساز رو خیلی شکیلتر و قشنگتر میکنه. بله. که اگه اونو نباشه اون لطافت رو نداره. بله. تنین ساز رو زیادتر میکنه. بله. تنین زیادتر میشه. بله. و کاملتر شده. بله. عرض کنم که آقای هرمزی شما ضمن بیاناتتون گفتید که ساز اولتون تار بوده و هنوز هم نواختن تار رو ترک نکردید. من میخواستم برای اینکه سبک شما و شیوه شما در تار ضبط شده باشه یه چند اضرابی هم به تار بزنید. میدونم بنده، ولی اینقدر که تسلط ندارم. خیلی در صورت از نظرش هم سال متارکه شده. بله. ولی خب با این حال البته اطلاع دارم شما نزد مرحوم درویش خان هم ساز آموختید. تماس شما با درویش خان چگونه بوده؟ این ممکنه شرح بدی داره ما؟ البته درویش خان استاد من بوده. این چه چیزایی که دارم بیش از بیشترش من روست دیده. بعد از اینکه از میر محمود خان رفتم خدمت درویش، گفتم که من پیشنهاد خودتون کار کردم. فرمودن که بچه ستار بخواید، یعنی تار بزن اما نوت این بنده ها به درد میخوره، چیزی فراموش بشه اینا رو دوباره از روی نوت یادتون میاد. من ازشون خواهش کردم که خیر همینطور سال سینه به سینه بود و شروع کردم. 3-4 دستگاه با درویش ساز زده بودم که اخوی مأمور سبزوار شد و من مجبور شدم با اون رفتم به سبزوار. 2 سال متارکه شد. بعد از 2 سال که به تهران آمدم درویش نبود، فوت کرده بود. با حاجه یک برخان دوست دستگاه کار کردم. بعدم دیگه همینطور متفاوت خب با اشخاص دیگری البته که از من استادتر بودن هرچی توانیستم استفاده کردم. از استادان تار یا ستار که میشناسید؟ البته استادان قدیمی منظورم، ممکنه نام ببرید چند نفری رو؟ اونایی که از همه بهتر بودن، واقعا ممتاز بودن. مثل هاش طاهر، مثل استاد نوازندگان عرض میکنم. نوازندگان؟
رضا حسین‌آبادی بوده، میز عبدالله برادر ایشان پدر آقای عبادی بوده. عرض کنم که میز غلامرضای شیرازی بوده که خیلی ادعا داشته وقتی به تهران میاد میگه پیش میرزا میبینه خیر. اون دوران نیست، اون وقت شروع میکنه پیش خود میرزا کار کردن، ولی او هم از استادای خوب بوده در تهران. آقای موسی معروفی بوده، عرض کنم که یه ادمه هم بودن که اصلا اینا با ساز خوب آشنایی داشتن ولی ساز نمیزدن، کلاسیکی نداشتن، معروفیتی نداشتن. مثل فخام الدوله، مثلا پسر قوام الدوله، ایشان خوب ساز میزد. البته شیرین نبود سازش، ولی ردیف ها رو تمام داشت، تمام مالی میزه حسین قلی. حرف الملک بود، پسرش هم ناصر علی خان، اونم ساز میزد، بدم نمیزد، ولی حرف الملک پدرش از شیرین های خوب میزه حسین قلی بود. این ها بودن. من یک سوالی دارم استاد از شما، اینه خواهش میکنم با دقتی چیز رو فرمونم. آیا شما معتقد هستید که در نواختن موسیقی ایرانی با نوت اون جنبه عرفانیش حفظ میشه یا خیلی؟ خیلی بابا نوت اصلاش مناسبت اینه داری با این ساز هنری که ما داریم، یعنی عقیده مون داریم، این یه لطافت به خصوصی داره ساز ایرانی که در نوت اونها از بین میره. یک پرده هایی ما داریم در سازمون، یک روش هایی روز تار و ستار داریم که اینها در سازهای فرنگی که هیچ نمیشه و از او گذشته با نوت هم وقتی ما بخوایم اونا را نوت داریم بدانیم و بخوایم از روی نوت بزنیم درست در نمیادیش نمیشه. منظورتون اشاراتیست که با انگشت میشه؟ بله بله، ساز و ستار مخصوصا اصلا فرق نمیکنه بیاد اونم همینطوره. اگه بخوان صاف با یک نوت بزنن جلوشون به کتابچه و شروع کنن بزدن یه ساز بسیار خوش که باید حتما روحی و کیفی خودشون رو بیارن روی آرشو ساز آویارون تا بشه خوب شنیدنی باشه. خالقه مرمون یه دونه جای مرمون بودم، آنها اینجا ازش خواهش کردن که بدسته که این اون وقت معاون کورنل بود در اون مدرسه کورنل کار میکرد، معاونش هم بود، ازش خواهش کردن که من سازم بالا شنیدنی نیست، میخواهید براتون بدنم ولی من نوت کار کردم ساز من چه این صورت باز کرد بیرون شد کتابچش هم باز کرد و شروع کرد بزنن یه نوت با بیرون. البته خیلی مرتب منظم ولی به درد مهمون هایی که اونجا بودن نمیخورد و یه قدیم بعضی هم چه مراحت شدن و بس کفتی درش کردم ساز من به درد شنیدن نمیخوره، ساز من برای تعلیم دادن و یاد دادن. استاد شما به طور کلی از زندگیتون راضی هستید؟ چرا ناراضی بشم؟ درویش هم اگر حقیقی بود و گفت درویشم، یعنی علی رو دوست داشت که نباید در زندگیش ناراضی از چیزی باشه، هیچ ناراضی ندارم، بسیار راضی هم، چرا ناراضی بشم؟ شما در از همین هفت دستگاه موسیقی ایرانی به کدوم دستگاهش بیشتر علاقمندی؟ حالا اینطور که من خودم اسم میکنم و آقایی میگن ماهو رو من همیشه بیشتر از این دستگاه دیگه علاقه دارم و اولم هرچی که شروع میکنم بخوام بزنم اول ماهو کوت میشه، یه مختصری اون کار میکنم، بعد اگه خواستم ساز عوض کنم مثلا افشار بزنم اون وقت افشار بزنم. این پیداست که به این بیشتر علاقه دارم. یه وقت اگه همایون بنده بخوام بزنم بودی که از من بخواد بگه آهید که همایون بزن، ولی هیچ وقت خودم مثلا ساز بخوام بزنم اینجا بودم همایون بزنم، مگر ببینم چه فلان تیکه فراموشم نشده باشه بخوام مثلا این دیگه مطلب بدم. حالا ممکنه من خواهش کنم که چند گوشه از این ماهور رو برای ما بنوازیم؟ Thank you.
Thank you.
Thank you.